خب امروز فصل جدیدی رو شروع میکنیم که در واقع فصل 7 کتاب هست. دو تا زیربخش نسبتا مستقل از هم داره، یعنی ارتباطی با هم ندارن. میشه گفت هر دو بخش در واقع تعمیم ها و اکستنشن هایی از مفهوم تعادل نش هستن و بیشتر مثال هامونم البته در واقع مثال های بازی های نورمال فرم هست، ولی خیلی راحت این مفهوم و این مفاهیم رو میشه برای بازی های اکستنسیو فرم و فرم گسترده هم داشت. مفهوم اول که امروز راجع بهش صحبت میکنیم مفهوم در واقع تعادل های پایدار تکاملی هستند، که یه اشاره شاید توی یکی از مثالهای فصلهای قبل داشتیم بهش، ولی اینجا حالا خیلی دقیق تر تعریفش میکنیم. ایده این مفهوم از زیست شناسی اومده، از مفهوم اِوولوشن و تکامل در زیست شناسی، و ولی خب دیگه جایگاه خودش رو توی نظری بازی ها پیدا کرده و خارج از حوزه زیست شناسی هم در واقع کاربردهای خودش رو داره. از یک جهت دیگه هم جالب این مفهوم تعادل های پایدار تکاملی که به ما یک نگاه دیگه و یک تفسیر دیگه ای از استراتژی ترکیبی رو میده که حالا بریم جلوتر خواهیم دید. ایده اصلی اینه، با یه مثال خیلی خوب اینو کتاب توضیح داده. ایده اصلی این هست که ما توی در واقع یه بازی میتونیم به اون استراتژی های ترکیبی، به اون احتمال های حرکت های مختلف، به جای اینکه به عنوان احتمال نگاه کنیم به عنوان یک نسبت جمعیتی نگاه کنیم. یعنی چی؟ یعنی فرض کنیم که هر بازیکن به خودی خود رندوم بازی نمی کنه، بلکه یک استراتژی خالص داره، اما آدم های مختلف جامعه استراتژی های خالصشون متفاوته. یه درصدی از آدما کلاً هستن که همیشه حرکت آ رو انجام میدن، یه درصدی از آدما حرکت بی رو انجام میدن. وقتی شما به تصادف با یک فردی از اون جامعه مواجه میشید تو اون بازی، در نتیجه مثل اینه که اون داره یک حرکت تصادفی، یک استراتژی ترکیبی داره انجام میده، به یه احتمالی حرکت آ انجام میده، به احتمال حرکت بی. کل ایده در واقع تعادل‌های تکاملی این هست که حالا تو این مثال ساده اینجا اینو خیلی خوب میبینید. مثالش از این قراره، یه بازی دو نفره در نظر بگیرید که داستانش حالا اینه که مثلا یه سری عقابن و یه سری کبوتر مثلا، و اینها توی موقعیت‌های دو به دو ممکنه با هم مواجه بشن. اینو به شکل بازی نگاه میکنیم که H یعنی عقاب، D یعنی کبوتر، و اینا حرکت های دوتا بازی کنن انگار. حالا داستانش اینجوریه که وقتی مثلا دوتا کبوتر سر یه غذایی به هم میرسن، خب اون چون کبوتر ها خیلی در واقع آروم و سرجو هستن، غذاشون رو با هم نصف میکنن و میرن. ولی عقابا اینطوری نیستن، وقتی که با هم میرسن شروع میکنن میجنگن سر اون غذایه، که این جنگیدنه برای هر دوشون یه هزینه سی داره، بعدش هم به احتمال یه دوم این برنده اون قضا میشه، به احتمال یه دوم اون یکی، که در نتیجه اکسپکتدشو بگیریم از نظر هزینه این خواهد شد، از نظر آیدی وی دوم منهای سی میشه اکسپکتد آیدی عقاب اول، وی دوم منهای سی هم اکسپکتد آیدی عقاب دوم. وقتی یه عقاب و یه کبوتر با هم برسن، خب کبوتر فرار میکنه و عقاب به همه غذا رو برمیده. پس این میشه ماتریس آیدی این مثال. دقت کنید به عنوان یه بازی دو نفره این یه بازی متقارنه. یادمون بیاد مفهوم بازی متقارن این بود که در واقع جای بازیکن‌ها رو عوض کنی آیدیا تغییر نکنه دیگه. این ماتریس آیدیا رو اگه دقت کنید کاملا متقارنه. وقتی بازی متقارن باشه ما میتونیم به اون احتمال‌های استراتژی ترکیبی به شکل نسبت‌های جمعیتی نگاه کنیم. یعنی فرض کنیم که کل عقابا و کبوترا یه جمعیتی دارن رو هم، یه درصدشون عقابا یه درصدشون کبوتر. وقتی دو تا پرنده به هم میرسن به تصادف،
اگه اون نسبت مثلا x و یک منهای x باشه، مثلا اینه که نفر اول به احتمال x h بازی میکنه، به احتمال یک منهای x d بازی میکنه و نفر دوم هم همینطور. چون بازی متقارنه این کار رو در واقع میشه کرد. حالا ببینیم تعادلای این بازی ساده چیه، بعد ببینیم مفهوم تکامل چه در واقع تعمیمی از تعادل نش رو میتونه به ما بده. خب اولا اگر که این که تعادلای این بازی چیه، تعادلای خالصش، مثلا اگه تعادلای خالصش رو یه لحظه بیم یاد بکنیم ببینیم چیه. آره، چون قراره دو تا بازیکن رندوم به هم برسن و طبق اون نسبت جمعیتی بازی کنن دیگه، نه باید مهم باشه که کدومشون رو شما بازیکن اول تلقی کنید کدوم بازیکن دوم، در نتیجه باید بازی متعادل. خب ببینیم تعادلای خالص این بازی چیه. الان این برای بازیکن دوم این بهتر از اینه، برای بازیکن اول هم این بهتر از اینه. آره رو سی باید بگیم همه. چرا سی مهم. برای مثلا این که پس هیچ وقت تعادل نیست به هر حال. این دوتا که میتونن تعادل باشه، مثلا این صفر و یک میتونه تعادل باشه برای نفر دوم که اوکی، برای نفر اول لازمه که این صفر بیشتر باشه از وی دوم منهای سی، یعنی اگر سی بزرگتر از وی دوم باشه در اون صورت صفر و وی یه تعادل، مشابهن وی و صفر هم یه تعادل نش میشه. یعنی استراتژی های دی و اچ و اچ و دی تعادل نش میشه. اگر سی کمتر از وی دوم باشه چی؟ سی کمتر مساوی وی دوم باشه، در واقع این هم مساوی هم اگه باشن تعادل نش هستن. اگر سی کمتر مساوی وی دوم باشه، کمتر اکید اگه باشه از وی دوم، کدوم تعادل میشه؟ اینجا این هر دوتاش مثبته، این در نتیجه بازیکن اول هم اینو ترجیح میده، بازیکن دوم هم اینجا اینو ترجیح میده، اشوهش میشه تعادل، تنها تعادل خالص اشوهش. تعادل ترکیبی چی؟ تعادل های ترکیبی مثلا تو این حالت اولا چشم بسته میشه گفت حتما اینجا تعادل ترکیبی داریم. چرا؟ باشه خب این تو همه بازی ها هست، ولی همیشه که تعادل ترکیبی باز نمیشه داشته باشه. آخه توی این بازی ها تنها حالت که تعادل میشه اول دارم میگم تو این حالت. چرا؟ گفتنشون در واقع چون بازی متقارنه، اگه یادتون باشه ما ثابت کردیم که بازی متقارن تعادل متقارن دارن، ولی این دوتا تعادل متقارن نیستن، حتما یه تعادل متقارن باید وجود داشته باشه، یعنی با یه احتمال یکسانی احتمالاشون دوتا بازی کن یکی باشه. حالا باید محاسبهش کنیم، اگه بذاریم x و 1 منهای x، اینم x و 1 منهای x، ایدمون چی بود؟ مساوی قرار دادن آیدی ها دیگه. میگیم از نظر بازیکن دوم آیدی هر دوتا حرکت H و D باید یکی باشه. آیدی حرکت H چیه؟ بر بازیکن دو بله X در وی دوم منهای C به علاوه یک منهای X در وی، آیدی حرکت دی هم هست یک منهای x در وی دوم.
یکی صفر. بعد این دوتا رو مساوی میذاشتیم. ببینیم به ما چی میده. میده که x در منفی x به علاوه v منهای x در v دوم داریم مساوی v دوم منهای x در v دوم. خب این هم با این ساده میشه، میشه x مساوی v تقسیم بر 2c. حالا این میشه در واقع تعادل نمون. توی این حالت فکر کنم تعادل ترکیبی نداریم، اگه بنویسیم میشه چک کرد. توی حالت شبیه معمای زندانی میشه بازی بیشتر. حالا روی همین حالت ما متمرکز شیم، پس یه تعادل متقارن پیدا کردیم. این تعادل متقارن رو گفتیم میشه به شکل نسبت جمعیتی بهش نگاه کرد، یعنی اگر که به این نسبت، به نسبت x مساوی b تفاوت دو سی عقاب باشن و یک منهای x کبوتر باشن، اون وقت هر بازیکنی در واقع اینجوری بگیم آیدی که عقابا کسب میکنن تو همچین جامعه ای مساوی آیدی که کبوترها کسب میکنن. یعنی شما اگر یه عقاب باشید، آره، آیدی که کسب میکنی خلاصه غذایی که بهتون میرسه مثل همون غذایی که به کبوترها میرسه. و اگر ما بیایم در واقع اینو به این صورت تفسیر کنیم که این آیدیه نشون دهنده مثلا موفقیت اون گونه توی تولید مثل بیشتر، اگه اینجوری نگاه کنیم معناش اینه که نسبت جمعیتی تغییر نمیکنه دیگه، چون کل آید تولید مثل اینا با اونها مساوی میشه. پس یه جور تعادل جمعیتی در واقع وجود داره. خب متا مسئله اینه که این تعادل پایدار هست یا نه. این ایده جدیدیه که اینجا میخوام راجعش صحبت بکنیم. یعنی چی تعادل پایداره؟ یعنی اگر که مثلا اگه مثلا حالا به هر دلیلی جمعیت x کمتر از b تقسیم بر 2c بشه یه ذره، آیا با گذر زمان برمیگرده به اون تعادله یا نه؟ خب این یه مفهوم از پایداری دیگه. خب میتونیم این کار رو انجام بدیم راحت. فرض کنیم x کمتر از b تقسیم بر 2c باشه، یعنی جمعیت عقابا کمتر از اون جمعیت تعادلی باشه، اون وقت این آیدی که ما نوشتیم عقابا توی همچین جامعه ای چقدر آیدی کسب میکنن؟ این بود دیگه. کبوترها چقدر کسب میکنن؟ اینقدر. اگر x کمتر از v تقسیم بر 2c باشه، بیایم چک کنیم ببینیم کدوم اینا بزرگتره، این بزرگتره یا این بزرگتره. اگر x کمتر از v تقسیم بر 2c باشه، باید ببینیم ضریب x کجا بزرگتره. اینجا منفی c منهای v دومه، اینجا منفی v دومه، بنابراین اینجا بالای کوچیکتره. آها، پس بالای کوچیکتر. بذار چک کنیم. الان ما می‌خوایم ببینیم که این کدوم بره. اگر x کمتر از v تقسیم بر 2c باشه، ما این x رو بردیم اون ور دیگه، اینجوری میشه. بالای بزرگتر. بالای بزرگتر. نه اینجا بستگی نداره دیگه، نه دیگه. اگه کم تر از این باشه اینو بردیم اون طرف دیگه، برای بالایه بزرگتر میشه، یعنی آیدی H بیشتر از آیدی D خواهد بود، در نتیجه جمعیت عقاب ها زیاد میشه، یعنی برمیگرده به همون بی تقسیم بر 2C. اگر هم حالا جمعیت بیشتر بشه از بی تقسیم بر 2C برعکس میشه، آیدی H کمتر میشه از آیدی D، دوباره به نفع کبوتر ها میشه، در اینجا جمعیت به تعادلی تو اون مقدار میرسه. و بله. آره، میدونی خیلی مدل ساده شده ایه، یعنی ما اینجا دینامیک جمعیت رو خیلی در نظر نمیگیریم، ولی میشه این ایده رو ترکیب کرد با مدل های
دینامیک جمعیتی، یعنی مدلایی که دقیقا مثلا یه معادل دیفرانسیل یا یه رابطه بازگشتی به شما میده که در طول زمان جمعیت چجوری تغییر میکنه، میشه با اون ترکیبش کرد، مدل دقیق تر میشه. ولی تو این مفهوم تعادل تفاوت ایجاد نمیکنه. چیزی که ما اینجا نیاز داریم اینه که اگر مثلا جمعیت از اون تعادل دور شد، برگرده یک نیروی اونو به سمت اون تعادل برگرده. حالا اینکه چقدر طول بکشه به اون تعادل برسه رو دیگه ما اینجا راجع بهش صحبت نمی‌کنیم، برمیگرده به اون مدل دینامیکی جمعیت. آره، ولی میشه این کار هم انجام شده، بله میشه ترکیب کرد اینو با مدل دینامیک جمعیت. مثلا در واقع شما باید بگید تغییرات جمعیت این گونه مثلا متناسب باشه با یه ضریبی از آیدی که بهش میرسه، اون گونه هم همینطور. مثلا یه معادل دیفرانسیلی میشه یا تو حالت گسستش یه رابطه بازگشتی میشه. بعد بگید که وقتی تی به نهایت میل کنه، این میل میکنه به یه تعادلی که همون تعادل نهش میشه. اینجا لیمیت فرایند جمعیت وقتی که زمان رو خیلی بزرگ بکنی باید بشه اون تعادل. نه لزوما همه مدل ها تعادل ندارن. حالا خواهیم دید مثال هایی که یه حالت دوری ممکنه پیش بیاد روی تعادل نیست. خب این پس یه مفهوم از پایدار بودن تعادل بود که اگر یکم از اون تعادل منحرف بشیم دوباره برگردیم بهش. اما یه مفهوم کلی تر هم وجود داره که الان معرفی میکنیم. خب یکم حالا نوتیشنمون رو کلی کنیم. از اینجا بعد دیگه یه بازی دلخواه داریم، فقط باید یه بازی متقارن باشه. یعنی آیدی نفر اول و دوم اگه آیوجی رو عوض کنیم با هم برابر باشه. و یه استراتژی ترکیبی متقارن هم در نظر میگیریم برای این بازی. میخوایم بگیم یعنی چی این یک استراتژی پایدار تکاملی باشه، یه تعادل پایدار تکاملی باشه. ایده اینه که غیر از اینکه مثلا جمعیت رو یکم تغییر بدیم بگیم برمیگرده به حالت اول یا نه، فرض کنیم یک مثلا جهشی توی یه قسمتی از جمعیت رخ میده، یه مثلا گونه جدیدی یا مثلا مهاجرت میکنه به اون جنگل، هرچی یه گونه جدیدی با جمعیت خیلی کم میاد تو کار. خب اگر اون تعادل پایدار باشه باید این گونه از بین بره، اما اگر این گونه به دلیل آیدی که میگیره بزرگ بشه و کل جامعه رو قرار بشه بگیره، اون دیگه میشه تعادل ناپایدار. این میشه مفهوم تعادل تکاملی، پایدار تکاملی. دقیق‌ترش اینجا میگه، میگه فرض کنید یک گونه مثلا جهش یافته زد با جمعیت اپسیلون بیاد تو بازی. الان پس ترکیب جمعیتی ایکس، یعنی یه استراتژی ترکیبی ایکس داریم. یه گونه زد هم میاد تو بازی با جمعیت اپسیلون. آه مثلا اپسیلون تا از اون ایکس ها جهش میکنن به زد تبدیل میشن. بنابراین ترکیب جمعیتی میشه اپسیلون زد به علاوه یک منهای اپسیلون ایکس. آه حالا آیدی ایکس ها تو این جامعه چیه؟ آیدی زد ها چیه؟ آیدی ایکس ها باید ایکس ترانسپوز آ در این ترکیب رو حساب بکنیم دیگه، که میشه ایکس اپسیلون ایکس ترانسپوز آ زد یکی من های اپسیلون ایکس ترانسپوز آ ایکس. این میشه آیدی ایکس ها تو این جامعه. آیدی زد ها هم زد رو میذاریم، زد ترانسپوز آ در این، یعنی میشه این عبارت. آ حالا اگر برای اپسیلون های کوچیک این آیدی زد ها بیشتر باشه از آیدی ایکس ها، معنیش اینه که جمعیت زد ها بیشتر و بیشتر خواهد شد و در نتیجه از اون تعادل خارج میشیم و در نتیجه این استراتژی ایکس پایدار نبوده. این میشه تعریف استراتژی های پایدار تکاملی، Evolutionary Stable Strategy ESS. پس حالا نکته اینه، حالا ما این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم ببینیم چه خواهیم داشت. سوال اینه که کدوم اینا بزرگتره دیگه؟ این اپسیلون اگه تو این دوتا فاکتور بگیریم چی خواهیم داشت؟ این بالایی میشه x ترانسپوز a x. این که ساده میشه از هر دو هیچی. این قسمتش در واقع x ترانسپوز a x منهای اپسیلون x ترانسپوز a x. نه ببخشید این ساده نمیشه، این z ترانسپوز a z. چی با چی ساده میشه؟
چیزی الان ساده نمیشه، هیچ ساده نمیشه. این میشه x ترانسپوز a x به علاوه اپسیلون در x ترانسپوز a z منهای x ترانسپوز a x. پایینی چی میشه؟ این میشه z ترانسپوز a x به علاوه اپسیلون در z ترانسپوز a z منهای z ترانسپوز a x. این با این ساده میشه فکر کنم، به دلیل چیز یه ترانسپوز ازش بگیریم، چون عدده باید با خودش برابر باشه دیگه. x ترانسپوز a z با z ترانسپوز a x برابره؟ نه متعارن نیست. نه. نه. بس ساده نمیشه. اگر آ متعارن باشه، آره ساده نمیشه. پس اینو شاید اینجوری بنویسیم خوب نباشه. حالا بذار نتیجه که میخوایم بگیریم اینه. اگر ببین، چون اپسیلون قراره عدد کوچیکی باشه دیگه، برای اپسیلون خیلی کوچیک، اگر این x ترانسپوز a x بیشتر اکید یا کمتر اکید باشه از z ترانسپوز a x، که دیگه اون اپسیلون کاری ازش برنمیاد، تأثیری تو این نامساوی نداره. خب ببین، اگر x ترانسپوز a x مثلا کمتر باشه از z ترانسپوز a x، قطعا ناپایداره، چون اپسیلون اونقدر کوچیکه که اصلا اون تأثیری نداره و این بالایی کوچیکتر میشه از پایین. پس برای پایداری باید برعکس باشه دیگه، x ترانسپوز a x بزرگتر مساوی باشه از z ترانسپوز a x. حالا اگه اکیدن بزرگتر باشه دیگه، باز خیالمون از این جمله اپسیلون راحته. یعنی اگر x ترانسپوز a x بزرگتر اکید باشه از z ترانسپوز a x، قطعا پای داره. چون اپسیلون کوچیکه و این جمله باز تأثیری نداره، فقط یه حالت مرزی باقی مونه که این مساوی باشه. اگر x ترانسپوز a x مساوی بود با z ترانسپوز a x، اون وقت این جمله مهم میشه که کدوم این ضریب بزرگتره. در این صورت این با این مساوی شده دیگه، اینجا دیگه میتونیم اینو با این حذف بکنیم، اون وقت مهم میشه که این بزرگتره یا این. در این صورت باید این x ترانسپوز a z بزرگتر باشه از z ترانسپوز a z تا پایدار باشه. این میشه تعریف BSS ها که اینجا بیان کرده. پس یه استراتژی پایدار تکاملی میشه یک استراتژی ترکیبی x که برای هر استراتژی خالص، ما اینجا جهش ها رو استراتژی خالص فرض میکنیم، برای هر استراتژی خالص z، اولا z ترانسپوز a x کمتر مساوی x ترانسپوز a x باشه، این همین شرطی که اینجا به دست آوردیم. دوما اگر حالت مرزی رخ داد، یعنی تساوی رخ داد، اون وقت اون جمله بعدی کوچیک‌تر اکید بشه که اون اپسیلون باعث بشه که z خلاصه جمعیتش کم بشه. این دیگه کاملا قابل محاسبه و در واقع بررسی ریاضی هست، این تعریف از پایدار تکاملی دیگه. دقت کنید که این شرط اول، اینکه برای هر استراتژی Z، قرار برای هر استراتژی Z این اتفاق بیفته دیگه، اینکه برای هر استراتژی Z اینو داشته باشیم، این تعریف چیه؟ آره، یعنی برای هر استراتژی زدی که با x طرف بشه، آره خب این که expected payoff هست، این الان expected payoff زد در مواجهه با x استراتژی x، این expected payoff استراتژی x در مواجهه با استراتژی x، معنیش اینه که اگر طرف مقابل x بازی میکنه، شما بهترین کار اینه که x بازی کنی. این یعنی چی؟ یعنی تعادل نش دیگه، تعادل نش معمولیه این اصلا، یعنی اصلا شرط A همون تعادل نش رو داره میگه، شرط B که جدیده. پس نتیجه این که هر ESS خودش تعادل نش هست، منتها شرط B جدیده دیگه، یعنی هر تعادل نشی لزوماً این حالت رو نداره، این شرط رو نداره. خب حالا بریم چند تا مثال ببینیم.
این قسمتش هم یه تفسیر خوبی داره، یعنی داره میگه که اگر Z در مواجهه با جمعیت X همون آیدی X رو در مواجهه با جمعیت X کسب میکنه، حالا باید ببینیم زدا در مواجهه با خودشون چجوریه وضعشون. اگر وضع زدا در مواجهه با خودشون بدتر باشه از وضع X در مواجهه با زدها، خب زد منقرض میشه دیگه. حالا برگردیم به همون مثال عقاب و کبوتر ببینیم میتونیم ثابت کنیم پایدار چیز هست یا نه، تکاملی هست یا نه. تعادلی که ما پیدا کرده بودیم این بود دیگه، V تقسیم بر 2C، یک منهای V تقسیم بر 2C، فرضمون این بود که C بیشتر از V دومه. خب ما باید تعریف رو چک کنیم برای استراتژی خالص Z. اینجا دو تا استراتژی خالص بیشتر نداریم دیگه، H رو بازی کنه یا D رو بازی کنه. یعنی اگر اون گونه جدید مثلا یک تعداد کمی عقاب باشن که اضافه شدن به این جمعیت، این مثل همون استدلالی میشه که کردیم که اگه جمعیت عقاب ذره بیشتر بشه دوباره برمیگرده به پایین، و اگر جمعیت کبوتره ذره بیشتر بشه دوباره برمیگرده به پایین. حالا اینجا با همین ماتریس ها محاسبش کرده. پس اگر استراتژی Z عقاب باشه، Z ترانسپوز آ Z میشه آیدی عقابا در مواجهه با عقابا. اینجا داره شرط B رو چک میکنه. X ترانسپوز که میشه این وی دوم منهای C، X ترانسپوز آ Z میشه استراتژی در واقع آیدی عقابا در مواجهه با همون جمعیت ترکیبی، که اینم این میشه. که چی میشه حاصلش؟ این میشه وی دوم وی تقسیم بر دو سی بزاریم ببینیم واقعا هست یا نه. اینجا الان باید ببینیم که وی دوم منهای سی آیا کمتر هست از این x رو بذاریم وی تقسیم بر دو سی در وی دوم منهای سی. خب که اینجا چون فرض کردیم سی بیشتر از وی دومه، اولا این مثبته، بعدش هم این کمتر از یکه، به پس برعکس شد که سی بیشتر از وی دومه. سی بیشتر از دومه، این منفیه، این هم کوچکتر از یکه، پس مدد منفی ضرب در کوچکتر از یک بشه بزرگتر میشه دیگه. حالت دیش هم مشابهه، تو این حالت Z ترانسپوز دقت کنید، ما شرط A رو لازم نیست چک کنیم دیگه، چون اون تعادل نش بودنش رو ثابت کردیم، فقط شرط B رو داریم چک می‌کنیم. Z ترانسپوز از اینجا میشه V دوم، اینم میشه این شکلی میشه، که اینم حالا بنویسیم می‌تونیم ببینیم که شرط پایداری رو داره. خب این از این مثال، یه مثال دیگه زده بازی سنگ کاغذ قیچی. بازی سنگ کاغذ قیچی آشنا هستین دیگه همتون، جدول آیدیاش اینه که سنگ از کاغذ میبازه، کاغذ از قیچی میبازه، قیچی از سنگ میبازه، بنابراین یه همچین ماتریسی داره. بازی چون مجموع صفره، آیدی نفر اول رو فقط نوشته اینجا، و بعد اگه دقت کنید چون این ماتریس پاد متقارنه، معنیش اینه که بازی مجموع صفرش متقارنه دیگه. پس میشه به شکل تکاملی بهش نگاه کرد، انگار یه جمعیتیه که ترکیبی از سنگ و کاغذ و قیچیه. و اولا تعادل، تنها تعادل این بازی یه سوم یه سوم یه سوم، راحت میشه چک کرد اینو. اگه مثلا بدونیم تعادل احتمال همه حرکت توش مثبته، دلیلش اینه که با مساوی قرار دادن آیدیا نتیجهش اینه که مثلا نفر دوم اگر سنگ رو با احتمال مثبتی بازی میکنه، باید آیدیش با آیدی کاغذ و آیدی قیچی برابر باشه. خب حالا اگر اون اگر احتمال ها رو بذاریم x1 x2 x3، آیدی سنگ برای بازیکن دو میشه x2 منهای x3،
برای بعد آیدی کاغذ میشه مثلا ایکس من های ایکس یک، آیدی قیچی میشه ایکس یک من های ایکس دو، اینا رو هم مساوی بذاریم دیگه، جمع اینا هم که یکه، از این معادله نتیجه میشه هر سوشون یه سوم. برای تنها تعادل این بازی یه سوم یه سوم یه سومه که آیدی هر دو نفر هم تحت این استراتژی صفره، اصلا تحت این استراتژی آیدی هر حرکتی صفره. شما وقتی بتونید مساوی بازی کنید حرکتتون هر چی باشه آیدی صفر دیگه، چون همون وقتی احتمال داره ببرید همون وقتی احتمال داره ببازید. ماتیس اینجوری هم میشه گفت، بله بله، چون ماتریس در واقع پاد متقارنه، یعنی بازی مجموع صفری که متقارن باشه قاعدتا اون ارزش بازی صفره دیگه، ارزش بازی هم که میشد همون آیدی تحت تعادل نقش. بله درست اینجوری هم میشه. حالا سوال اینه که آیا این تکامل پایدار تکاملی هست به نظرتون؟ یعنی اگر یه ذره این نسبت جمعیتی تغییر کنه با اون تعریفی که ما داریم، آیا برمیگرده سر جای اولش؟ آره شرط رو باید چک کنیم. نکتهش اینه که اون شرط B اتفاقی که براش میفته اینه، اگه اینو بگیریم X استراتژی X مون، شرط B چی بود؟ شرط B این بود که آیدی اون گونه جدید در مواجهه با X بیشتر باشه از آیدیش در مواجهه با خودش. این برقرار هست؟ آیا؟ نکته جالب اینه که هر دو اینا اینجا صفر میشن. چرا ای گفتین؟ هر دو صفر میشن. زد ترانه ها در آزد چرا صفر میشه؟ آره با دو فاز متقارن بودن آب از ترنهاد آزد صفر بشه. چرا؟ چون که ببین ز ترنهاد آزد یه عدد دیگه، اگه ترانسپوز بگیریم ازش باید بشه خودش، میشه ز ترنهاد آ ترنهاد زد، ولی آ ترنهاد هست منفی آ، پس میشه منفی ز ترنهاد آ ترنهاد زد، پس با منفی خودش برابر شد، پس صفر کنه. یعنی تو سنگ کاغذ قیچی هر استراتژی در مواجهه با خودش آیدیش صفره. جالبه. چرا؟ شاید بشه اینجوری گفت مثلا همونقدر احتمالی که شما سنگ بازی کنی طرف مقابل قیچی، به همون احتمال هم شما داری قیچی بازی میکنی طرف مقابل سنگ، چون یه استراتژی در مواجهه با خودشه دیگه، توی یکی میبازی توی یکی میبری، اینا با هم ساده میشه. اگر هم هر استراتژی سنگ با سنگ هم که صفر، اینا هم بنابراین یه استراتژی آره ببخشید ببخشید اینا آره. خب پس این اولی صفره، دومی چی؟ این همیشه صفره. استراتژی یک سوم یک سوم یک سوم در مواجهه با هر چیزی آیدیش صفره. به خاطر چی؟ اینو میتونیم اینجوری بگیم که چرا اینجا دقت کن زدی استراتژی خالصه دیگه، مثلا سنگه، سنگ در مواجهه با استراتژی یه سوم یه سوم یه سوم به احتمال یه سوم میبره به احتمال یه سوم میبازه دیگه، کاغذ هم همینطوره، یه سوم میبره یه سوم میبازه. خب چی هم بنویسیمش؟ پس شرطی برقرار نیست، به دلیل اینکه شرطی میگه باید اکید باشه، پس تعادل نیست دیگه. یعنی تعادل نبودنش خیلی اینجا مرضیه، به خاطر اینه که اکیده تبدیل به تساوی شده، یعنی نیروی کافی برای از بین بردن اون جمعیت کم وجود نداره، اون جمعیت میمونه، نه اینکه زیاد بشه، همونجا ثابت میمونه. اگه شما یه اپسیلون گونه زد اضافه کنی همون اپسیلون میمونه، کم نمیشه. اتفاقی که میفته تو مثال قبلی اینجوری بود که تو مثالای ناپایدار یه سریش اینجوریه که اگه یه گونه جدید اضافه کنی اون گونه رشد میکنه کل جمعیت رو میگیره، اون ناپایداره، ولی اینم ناپایداره که اون گونه از بین نمیره، میمونه، چون آیدی که میگیره با آیدی که خود ایکس میگیره یکی. الان که نسبت هر گونه خالص زدی اینطوریه،
یعنی مثلا اگر یه جمعیت کوچیک قیچی اضافه بشه، اون جمعیت همونجا ثابت میمونه. نفهمیدم. اگه یعنی یه گونه به جمعیت X اضافه بشه؟ آها، یعنی شما میگی مثلا فرض کنیم دو تا گونه جهش یافته وجود داشته باشه تو جمعیت. آها آره، اون دیگه تعریف پیچیده‌تر میشه. فکر میکنم اصلا ممکنه دیگه پایداری تغییر بکنه اونجا. یعنی اگه شما اجازه بدین دو تا گونه جهش یافته همزمان اضافه بشن، فکر کنم این هم یه تعریف جدیدی میشه. میشه تعریفش رو به صورت ریاضی نوشت ببینید که دقیقا چی میگه. حالا اینجا یه مثال زیستی هم زده، گفته یه نوعی از مارمولک ها هستن، یه جایی یه جمعیتی از سه تا گونه مارمولک هستن که اینا تقریبا ماتریس آیدیشون شبیه سنگ کاغذ قیچیه، یعنی به صورت دوری هر کدوم به اون یکی برتری داره، که با این شکل به خوبی اینو نمایش داده و میگه که در عمل هم مشاهده کردن که اینطوریه. مثلا یه مدتی جمعیت اون گونه آبی زیاد میشه، بعد مثلا اون گونه قرمز میاد اون گونه آبی رو جاشو میگیره، بعد گونه زرد میاد گونه قرمز رو جاشو میگیره و این دور تکرار میشه. حالا رفرنس هم داده، علاقه من بودین راجع به مارمولک ها بیشتر مطالعه کنید. خب یه مثال ناپایدار هم اینجا زده، بازی که در نظر گرفته اینه، 10 و 10، 0 و 0، 5 و 5. خب این استراتژی خالصش که به وضوح 10 و 10 و 5 و 5 تعادلهای خالصش. خب ولی باز چون متقارنه باید یه تعادل ترکیبی هم داشته باشه، که اگه بنویسین آیدی ها رو مساوی بذارین میشه 1/3 و 2/3، یعنی 1/3 گونه آ 2/3 گونه بی. خب حالا اینجا ادعا میکنه که ببینیم چرا، میگه که آ و بی و بی پایدار تکاملی هستن ولی این استراتژی ترکیبیه نیست. خب بنویسیم ببینیم چرا. مثلا آ چرا پایدار تکاملیه؟ باید شرط بی رو چک کنیم براش. اینجا در واقع پس ایکسمون مثلا هست 1 و 0، باید چی رو چک میکردیم؟ باید چک میکردیم که زد ترانسپوز آز زد کمتر از ایکس ترانسپوز آز زده. زد ترانسپوز آز زد مثلا فرض کنیم زده باشه 0 و 1، باشه گونه بی. زده اگر باشه 0 و 1 یعنی جمعیت همش آه، یه گروه کوچیک بی وارد میشه. اولا آها، البته ما مثلا باید چیزم چک بکنیم دیگه، یعنی وقتی این شرط B اگه یادتون باشه این بود که میگفت اگر در شرط A تساوی رخ داد، یعنی اگر X ترانسپوز AX مساوی شد با Z ترانسپوز AX، آنگاه این اتفاق بیفته. در نتیجه لازم نیست برای همه Z ها اینو چک کنیم، برای Z هایی که این اتفاق میفته. و نکتهش اینه که آ اصلا پایداریش به نحویه که الان ایکس ترانسپوز آی ایکس دقیقا چی میشه؟ ایکس ترانسپوز آی ایکس میشه آیدی آ در مقابل خودش، یعنی میشه 10. این 10ه، ولی زد ترانسپوز آی ایکس چیه؟ زد ترانسپوز آی ایکس میشه اصلا آیدی بیه در مواجهه با آ 0، بنابراین اینم 0. یعنی نکیدن بزرگتر از اینه. پس شرط B برقرار هست. چرا؟ چون شرط بی داره میگه که اگر این مساوی این بود در واقع باید این اتفاق بیفته. آره، یعنی لازم نیست اولا شرط بی رو چک کنیم برای آ. برای بی هم فکر کنم همینطوری باشه. الان اگر ما بی رو میداشتیم بازم آیدی بی در مقابل خودش اکیداً بیشتر از آیدی آ در مقابل بی.
چون صفره اون. پس بازم شرط بی رو اصلا لازم نیست چک کنیم، یعنی کار به اون گونه اپسیلون اصلا نمیکشه. ولی حالا اینجا داره میگه که یک سوم و دو سومه در واقع پایدار نیست. این چرا؟ این نکتهش اینه که وقتی استراتژی ترکیبیه، به خاطر اون قاعده تساوی آیدی ها میدونیم که شرط A برای هر استراتژی خالصی تساویه در واقع. خب الان اینجا بنویسیم مثلا وقتی x هست یه سوم و دو سوم، z رو مثلا شما فرض کن بذارید یک و صفر، یعنی حرکت a. خب اون وقت x ترانسپوز a x چی میشه؟ x ترانسپوز a x میشه یک نهم ضرب در این دهه به علاوه چهار نهم ضرب در این پنجه. خب پس میشه یک نهم ضرب در ده به علاوه چهار نهم ضرب در پنج میشه مثلا سی ده سر. ولی حالا Z ترانسپوز A X چی میشه؟ Z ترانسپوز A X میشه همون ده سوم دوباره. چرا؟ چون این به احتمال یه سوم A بازی میکنه، این به احتمال یک A بازی میکنه و آیدیش هم ده میشه، میشه یه سوم ضرب در ده، این هم میشه ده سوم. منتها بدون نوشتن این محاسبه هم گفتم من دلیلشو که چرا باید اینا مساوی باشن. چرا؟ چون یه استراتژی ترکیبیه، نفر دوم هر حرکتی بکنه آیدیش نباید فرق بکنه، حتی اگه حرکت ترکیبی هم باشه. پس نفر دوم چه ایکس بازی کنه، چه آ بازی کنه، چه بی بازی کنه، همه آیدی با هم مساوی. یعنی منظورم اینه که تو حالتی که استراتژی ترکیبی هم شرط آ نه تنها همیشه برقراره بلکه همیشه تساویه. در اینجا تو شرط بی حتما باید اینو چک کنیم دیگه. حالا پس تو شرط بی بیایم اینو چک کنیم ببینیم برقرار میشه. مثلا زد رو اگه همین بذاریم، زد ترانسپوز آ زد اینجا میشه ده، چون اینا در مقابل هم که بازی میکنن ده تا آیدی میگیرن گونه یک. ولی ایکس ترانسپوز آ زد چی میشه؟ ایکس ترانسپوز آ زد میشه یک سوم، ایکس در مقابل زد داره بازی میکنه دیگه، میشه یک سوم ضرب داره یک ضرب داره ده، میشه ده سوم. اینجا این بیشتر از این. یعنی چه اتفاقی میفته؟ به خاطر اینکه این ده خیلی عدد بزرگیه، وقتی گونه جدیدی که اضافه میکنید از نوع آ باشه، اینا خیلی با هم دیگه خوشحالن، آیدی کسب میکنن از هم دیگه، ولی اون گونه فعلی در مواجهه با اینا آیدی کمی کسب میکنه، چون اونا فقط یه سومشون از نوع آ هن، بنابراین شرط به برقرار نمیشه اینجا. پس این در واقع تعادل پایدار نیست. حالا جایی نکته جالبی گفته، گفته که بی و بی اگرچه تعادل پایی داره، وقتی میگیم تعادل پایی داره یعنی اگر یک مثلا جمعیت کوچیک آ اضافه بشه زورش به اینا نمیرسه. گفته ولی اگر یه جمعیت زیادی از آها اضافه بشه دیگه زورش میرسه به اینا. در واقع گفته اگر بیش از یه سوم آ شما اضافه کنید به جمعیت بیا، اون وقت دیگه آیدی اون آ جدید بیشتر میشه و غلبه میکنه، که خب البته این خارج از تعریف پایدار تکاملی هست. خب مثال بعدی رو هم ببینیم. حالا این مثال هم البته این تمرینه، حالا اینو خودتون بهش فکر کنین، ولی فکر میکنم که یکم به اون نکته‌ای که ایشون گفتن مربوطه. اینجا داره میگه که حالا اگه به جای یک گونه خالص یک گونه ترکیبی حمله کنه به این جمعیت چی میشه؟ اینجا میگه که یه تعادل نشی وجود داره روی آبی، ترکیبی از آبی وجود داره که اگر
یه جمعیتی که نصفشون بیه و نصفشون که خودش تعادل پایدار هست، ولی اگه یه جمعیتی که نصفشون بیه نصفشون سیه حمله کنه بهش، از اون میبازه. یعنی نسبت به جهش های خالص پایداره، ولی اگر یه جهش های ترکیبی رخ بده نسبت به اون پایدار نیست. این هم جالب. و این مثال هم خیلی جالبه، یعنی واقعا نشون میده که چقدر میتونه این نوع تحلیل های تعادلی ریاضی توی زیست شناسی نتایج جالبی بده. عدد و رقم های مثال شاید واقعی نباشه، ولی مفهوم کلی که میگه واقعا یک فکت زیست شناسی هست. و اون اینه که نسبت جنسیت ها توی یه گونه تو خیلی از گونه ها، حالا من نمیدونم تو همه گونه ها اینطور هست، ولی تو خیلی از گونه ها در واقع نسبت مساویه. مثل انسان ها که نسبت مساوی زن و مردن، تو خیلی گونه ها همینطوره. تا جایی که اون گونه ها مثلا نحوه جفتگیریشون اینه که در واقع تک به تک جفتگیری میکنن، این چیز عجیبی نیست، خیلی معقوله، چون متقارنه، در نتیجه باید نسبت زن و مرد مساوی باشه. مثلا اینکه جالبه مثال اینه که تو گونه هایی که این نسبت یک به یک در نیست، هم تعادل جمعیتی اینه که نسبت نر و ماده مساوی باشه. خیلی جالبه. مثالی هم که میزنه مثال شیرهای دریاییه که میگه اینها مثلا، هر میگم عدداش از ساختگی باشه، مثلا فرض کنیم که یک مثلا شیر دریایی نر مثلا با 10 تا شیر دریایی ماده ازدواج میکنه، مثلا جفتگیری میکنه. بعد حالا چجوری استدلال میکنه؟ میگه که میخواد نشون بده که تو چنین جامعه ای هم، تو چنین گونه ای هم، باز نسبت جمعیتی زن و مرد باید مساوی باشه تا تعادل برقرار باشه. یعنی چی؟ یعنی آخرش میخواد اینجوری بگه، میخواد بگه که اگر نسبت مردها بیشتر از زنها باشه، نسبت نرها بیشتر از ماده ها باشه، تو نسل های بعدی نسبت نرها کم میشه، نسبت ماده ها بیشتر میشه. حالا چه جوری دقیقاً؟ اینجوری میگه، میگه که فرض کنیم M تعداد نرها باشه، F تعداد ماده ها باشه مثلا. خب اون وقت چون اینا نسبت جفتگیریشون مثلا یک نر با 10 تا ماده هست، چند تا از اون نرها موفق به این میشن که ازدواج بکنن با 10 تا ماده؟ میشه مینیمم M و F دهم. خب حالا یعنی چی؟ یعنی این که یه سری از نرها با 10 تا ماده ازدواج میکنن، یه سری نرها میمونن که اصلا ازدواج نمیکنن و دنج بچه دارن نمیشه. حالا فرض کنیم مثلا هر ازدواج هر نر و ماده هم حاصلش بی تا بچه است مثلا. خب بی هم پس یه پارامتر فلان داشته باشیم، فکر کنم نقش خاصی تو استدلال نداره. حالا میخوایم ببینیم که در واقع CM رو چی میگیره. میگه که ببین الان چه نسبتی از نرها الان ازدواج کردن ML تقسیم بر M تا. که این گفتیم چجوری به دست اومد؟ اگر تعداد نرها کمتر از 1/10 ماده ها باشه، میشه همون کل نرها ازدواج میکنن. اگر تعداد نرها بیشتر از 1/10 ماده ها باشه، به همون تعداد 1/10 ماده ها ازدواج میکنن، بقیه ازدواج میکنن. اسم اینو گذاشتیم ML. پس این نسبت از نرها ازدواج میکنن که هر کدوم هم 10 بی تا بچه از ازدواجشون حاصل میشه. هر کدوم 10 تا ازدواج کردن و هر ازدواج بی تا بچه، پس هر در مجموع 10 بی تا میشه. پس تعداد، پس امیده، یعنی اکسپکتد تعداد بچه های اون نرها میشه این عدد 10 بی ضرب در ML MOM که همچین چیزی میشه. حالا همین استدلال برای ماده ها انجام میده. میگه که ماده ها چجوریه؟ اینا چقدر درصدشون ازدواج میکنن؟ اینا مینیمم F و 10 MOM. یعنی اگر تعداد ماده ها کمتر از 10 برابر مردا باشه، همشون ازدواج میکنن، اگر نه تعداد 10 امتاشون ازدواج میکنن. خب تعداد بچه های اینا چی میشه؟ هر کدوم از این ماده ها هم بی تا بچه به دنیا میاره، پس میشه
امید سی اف میشه این که میشه همچین چیزی. خب حالا چیزی که اینجا میخواد ازش استفاده کنه همش همین نکته ای که الان میگم. اگر ام کمتر از اف باشه، یعنی تو این جمعیت تعداد نرها کمتر از ماده ها باشه، میگه که این فرمول رو که بنویسین باید راحت باشه، نکته خاصی نره. این اکسپکتد که اینجا حساب کردیم بیشتر از این میشه. بازم هست دیگه، چون اون بی ای که ساده میشه، این مینیمم 10 و اف ام امه، این مینیمم 1 و 10 ام اف امه. وقتی ام کمتر از اف، این 10 ام اف امه در واقع از 10 کمتر میشه، در حالی که این از 10 بیشتره حتما. پس تو این حالت ای سی ام بیشتر از سی اف میشه. حالا نکته اصلی استدلال اینجاست، اگه درست فهمیده باشم اینجوری میگه، میگه که فرض کنیم جمعیت نرها کمتر از ماده هاست، پس تعداد بچه هایی که نرها میارن بیشتر از تعداد بچه هایی که ماده ها میارن. حالا اگر یه گروهی از اینها ژنشون یه جوری باشه که تعداد بچه های نر بیشتری میارن، اینا تعداد نواده هاشون بیشتر خواهد شد. چرا؟ لازمه فکر کنیم. فرض کنیم مثلا یه جهشی تو اینا رخ میده، یه گروهشون بچه های نر بیشتری میارن از اون نسبت جمعیتی فعلی. این باعث میشه تو بچه های اینا که نسبت نرها بیشتر از ماده هاست، چون امید بچه های یه نر بیشتر از امید بچه های ماده است، در نتیجه تو نسل بعدیشون این تشدید میشه، اون تعداد بچه هایی که بچه های اینا میارن نرها بیشتر از تعداد ماده هاست و در نتیجه نسبت جمعیتی به سمت افزایش نرها حرکت میکنه. آره، اون که هست، ولی چیزی که الان میخواد استفاده کنه اینه که در واقع این تعادل جمعیتی برمیگرده به حالت ام مساویه. حالت ام بزرگتر از اف هم برعکس، وقتی ام بیشتر از اف باشه اتفاق برعکس برای میفته و دوباره تعادل جمعیتی برمیگرده. یعنی خیلی جالب بود برای من، خیلی این فرمولا و عدد و رقم ها اینجا مهم نبود، نکته مهم فقط همین بود که اگر ام کمتر از اف باشه، نرها به طور متوسط بچه های بیشتری از ماده ها میارن، یعنی تعداد متوسط بچه های یک نر، چون یه سری از نرها اصلا ازدواج نمی کنن، صفر تعداد بچه هاشون، یه سریشون ازدواج می کنن، مثلا 10-20 تا بچه دارن. امید که بگیری، این داره میگه که امید سی ام بیشتر از امید سی اف. بعد در نتیجه اگر حالا یه جهشی مثلا رخ بده که باعث افزایش نسبت نر به ماده تو بچه ها بشه، این تو نسل بعد باعث افزایش جمعیت نر به ماده ها میشه و در نتیجه این به سمت تعادل حرکت میکنه. خیلی تو چارچوب تعادل پایدار تکاملی نمی گنجه، ولی خیلی شباهت توی ایدهش وجود داره. فکر میکنم به این دلیل اینجا مثال زده. و خلاصه نتیجه اینه که حتی تو چنین گونه ای هم نسبت جمعیتی یک به یک ما مشاهده میکنیم بین نر و ماده، که همینطور هم هست. خب این هم آخرین مثال این بخش بود و دیگه برای امروز کافیه. جلسه بعدی گفتیم یه تعمیم دیگه ای هست که ربط خاصی هم بحث امروز نداره، مفهوم تعادلای کوریلیتد یا همبسته هست، که اونم یه مفهوم جالب و کاربردی از تعادل نش هست. خب حسن نباشیم تا جلسه بعدی.